دوگانگی در سیاست های عربستان سعودی این کشور را با چالشی جدی مواجه کرده است. عربستان با اعمال برخی آزادی ها به ویژه در امور بانوان به دنبال مطرح شدن چهره جدید از خود به عنوان کشوری دموکرات در سطح جهانی است. از طرفی تشدید سیاست سرکوب منتقدین و موج گسترده اعدام مخالفین به ویژه شیعیان این سوال را به صورت جدی مطرح کرده است که عربستان با این دوگانگی در سیاست ها به دنبال چیست؟ محمد بن سلمان شاهزاده پرآوازه سعودی است که در سه چهار سال اخیر حکومت و کشور عربستان را با تغییر و تحولات گسترده ای روبرو کرده است. از جمله مسائلی که در چند سال اخیر در عربستان با تغییر گسترده مواجه شده موضوع زنان و آزادی های آنان است. از آزاد شدن رانندگی زنان تا انتصاب در پست‌های مهم و کلیدی. روز گذشته نیز اولین پرواز سعودی با کادر زنانه از مهمترین تغییرات در عربستان است. در شرایطی که تغییرات به ویژه نسبت به امور زنان در عربستان محسوس است، موج فضاینده اعدام منتقدین و مخالفین اما دوگانگی خاصی در این کشور ایجاد کرده است. اگر بن سلمان به دنبال برقراری دموکراسی و تبدیل عربستان به کشوری دموکرات است، چرا همچنان شاهد موج گسترده اعدام شیعیان و دیگر منتقدین حکومت هستیم؟ چرا سیاست برخورد و سرکوب منتقدین و به شهادت رساندن شیعیان در عربستان دقیقا شبیه برخورد طالبان با شیعیان در افغانستان است؟ آیا با وجود آمار بالای اعدام منتقدین و مخالفین در عربستان و صرفاً با تغییر چند قانون در امور بانوان جامعه جهانی این کشور را دموکرات خواهد خواند؟